داعش پدیده ای نو ظهور که در سال 2015 میلادی افغانستان هم از تحرکات آن بدور نماند و قربانی داد. در درازای این سال قصه ها درباره شکلگیری داعش و فعالیت های خشن این گروه در بخش های از کشور میان شهروندان افغانستان بالا گرفتند و با توجه به پیشینه جنایت های این گروه در عراق و سوریه شکلگیری این گروه تازه مردم افغانستان را سخت نگران ساخت. ملا عبدالرؤوف خادم فرمانده پیشین طالبان در هلمند نخستین فرمانده طالبان بود که با ابوبکر البغدادی بیعت کرد و به ویژه در بخش جنوب کشور به استخدام نیرو پرداخت، اما چند ماه پس از فعالیت‌هایش آماج قرار گرفت. دلتا پروژه دی دلتا بدبختیانه دی در پاکستان دلار جوریگی و دلتا سریال فریکیگی و یاد آغی در پر زمینه بکی برابری پیستونه دی نو دیدی قسطونو برخه منگه در افغانستان ولست و بلخصوص در مشرکی و در نگرار خلقی و زمان ولسونه در صحیح نران جوری منگ پرده خفایی و بعد حکمت متوجهشی و پخواه منگه گونه کردی و سمغه که در نخست هیچ مقام افغان فعالیت‌های این گروه را در افغانستان جدی نمی‌گرفت، اما پس از این گونه فعالیت‌های خشن اعضای این گروه در بخش‌های از شرق کشور به ویژه ننگرهار، رفته رفته این گروه به یک تهدید جدی در برابر امنیت کشور مبدل شد، حتی که فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان از سربازگیری این گروه در کشور نگرانی کرد و سازمان ملل متحد هم از سربازگیری این گروه در 25 ولایت افغانستان خبر داد. استراتژی مبارزه علیه داعش به تصویب رسیده. نهادهای امنیتی مشترکاً یک جای کار میکنند که داعش سرکوب شود. یعنی ما هم زیاد تلاش میکنیم در نیروهای امنیتی افغانستان که از گسترش نفوذ داعش در نقاط مختلف کشور جلوگیری صورت بگیره. به باور مقام های امنیتی تا اکنون بیش از 450 عضو گروه داعش در نتیجه عملیات‌های هوایی نیروهای آمریکایی و عملیات‌های زمینی نیروهای دولتی کشته شدند. اکنون فعالیت‌های این گروه بیشتر در شرق کشور متمرکز است، اما دامنه این فعالیت‌ها به بخش‌های جنوبی و جنوب غربی کشور نیز گسترده شده است. هرچند برخی‌ها بر این باور هستند که داعش در افغانستان اعضای جدا شده از پیکر طالبان است، اما اگر فعالیت‌های این گروه به گونه دقیق زیر نظارت گرفته نشود، احتمال مبدل شدن این گروه به یک درد سر کلان به افغانستان به دور از امکان نخواهد بود. اتکل کو چې دوی به خپل فعالیتونه لا هم زیات کړي، ولی په دې هم ډاډمن یو چې موږ ملي امنیتي قواوی کولای شي د دوی د هر ډول فعالیت چې څومره نفوذ زیات کړي څومره ډیر زیات فعالیت وکړي زموږ ملي امنیتي قواوی د دوی مخه نیولی شي. تغییر راهبرد بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از رویدادهای مهم سال 2015 برای افغانستان بود. باراک اوباما پس از پافشاری‌های فراوان فرماندهان آمریکایی در میدان‌های نبرد افغانستان در سال 2015 سرانجام ناگزیر شد تا به روز 15 ماه اکتبر حضور 5000 سرباز آمریکایی را حتی پس از سال 2016 میلادی در افغانستان اعلام کند. American forces no longer patrol Afghan villages or valleys. نیروهای آمریکایی بیشتر از این در روستاها و شهرهای افغانستان گشتنی نمی‌کنند. نیروهای ما به گونه مستقیم درگیر نبرد زمینی با طالبان نیستند و این ماموریت اکنون به نیروهای دولتی افغان برمیگردد. اما ما می‌خواهیم تا شمار از نیروهای ما را حتی پس از سال 2016 در افغانستان نگه داریم تا بازمانده‌های القاعده را نابود کنیم و نیز نیروهای افغان را آموزش و مشوره بدهیم و آنان را کمک نماییم. در سال 2015 اوضاع امنیتی در افغانستان به اندازه نگران کننده گفته شده است که فرمانده کل نیروهای آمریکایی از احتمال افزایش هزاران سرباز آمریکایی و ناتو در افغانستان سخن زد. جنرال جان کمبل که قرار است به زودی به واشنگتن برود میگوید که نه تنها خواهان ادامه حضور 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان پس از سال روان میلادی خواهد شد، بل ممکن است در صورت نیاز خواهان افزایش این شمار نیز شود.